ایران می تواند اسرائیل را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل کند. کنستانتین تسیوکوف، معاون رئیس آکادمی دانش موشکی روسیه، در بخشی از مصاحبه اخیر خود با شبکه روسیه الیانگ به توانمندی موشکی ایران پرداخت. تسیوکوف در پاسخ به سؤالی درباره احتمال وقوع جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی با بیان اینکه احتمال آغاز جنگ از طرف تل آویو علیه ایران کم است و اسرائیل طبق ارزیابی‌ها بین 200 تا 400 کلاهک هسته‌ای اختیار دارد گفت: ایران موشک‌های میانبرد و تسلیحاتی متعارف در اختیار دارد که از دقت بالایی در نقطه زنی برخوردار هستند که این هنگام شلیک موشک به سمت پایگاه‌های آمریکا نمایان شد. معاون رئیس آکادمی دانش موشکی روسیه ادامه داد: مقابله با این موشک‌ها در توان اسرائیل نیست. اسرائیل امروز سامانه‌های پدافند هوایی یا سامانه‌های پدافند موشکی را که بتواند با این موشک‌ها مقابله کند در اختیار ندارد. بر این اساس حمله موشکی ایران به این سامانه‌ها و راکتورهای هسته‌ای اسرائیل، سرزمین کوچک اسرائیل را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل خواهد کرد. کنستانتین تسیوکوف اضافه کرد: اگر بخواهیم درباره ایران صحبت کنیم، ایران تأسیسات خاص خود را دارد که در مناطق کوهستانی دژمانندی قرار دارند که نمیتوان با آنها نفوذ کرد جز با بمب‌های هسته‌ای. وی همچنین اظهار داشت: من فکر نمی‌کنم اسرائیل به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران روی بیاورد، چرا که اگر این کار را بکند، این کار واکنش روسیه و چین را به دنبال خواهد داشت. بنابراین این گام از نظر این دو کشور غیر قابل قبول است. معاون رئیس آکادمی دانش موشکی روسیه همچنین گفت: من تکرار می‌کنم که اسرائیل سرزمین بسیار کوچکی است، پس فکر می‌کنم که عملیات به استفاده از سلاح هسته‌ای کشیده نخواهد شد. اما در ارتباط با استفاده از تسلیحات متعارف، ما میتوانیم بگوییم که تسلیحات ایران به شدت مورد محافظت هستند و به راحتی نمیتوان با استفاده از تسلیحات به آنها نفوذ کرد. پس عملیات نظامی اسرائیل حتی با مشارکت نیروی هوایی آمریکا هیچ نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت. تسیوکوف همچنین در بخش پایانی اظهاراتش بیان کرد: نکته دیگری که می‌خواهم بگویم این است که ایران در زمینه نظامی یکی از قدرت‌های پیشرفته و پیشرو و جزو 4 کشور اول تولید کننده سامانه‌های موشکی است که این کشورها عبارتند از روسیه، آمریکا، چین و ایران. مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران همواره به رژیم صهیونیستی هشدار دادند که در صورت انجام هر گونه اقدام احمقانه علیه ایران، این گام به معنای پایان این رژیم خواهد بود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان، کانال آژیر خبر را سابسکرایب و زنگوله آن را فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.